درود بر شما دوستان و همراهان گفته ها و ویدئویی که در ادامه خواهید دید و پادکستی که در ادامه گوش خواهید داد برگرفته است از یکی از سخنرانی های جناب نویل گادارد با عنوان Trust Your Imagination به معنی به تصویرسازی ذهنیت یا به تصوراتت اعتماد کن و آن چیزی که در این ویدئو گفته میشه حاصل و برگرفته و ترجمه شده این سخنرانی است که در یکی از سخنرانی های معروف جناب آقای گادارد بیان شده و ایشون بیان کردند. در این سخنرانی جناب آقای نویل گادارد به اهمیت تصویرسازی ذهنی و به تاثیر مثبت یا منفی که در زندگی افراد داره اشاره میکنند و تکنیک هایی در این ویدیو اشاره میشه که با پیروی از اونها شما خواهید توانست با قوای فوق العاده تصویرسازی ذهنی و تمرین اون تغییر بسیار بزرگی رو به زندگی خودتون بیارید و از رهگذر تصویرسازی ذهنی مثبت تغییر مثبت و دلخواهی رو به زندگیتون بدید پس بدون هیچ فوت وقتی و اطلاف زمانی اجازه بدید که بپردازیم به سخنرانی جناب آقای نویل گادارد با عنوان Trust Your Imagination یا به تصویر سازی ذهنیت اعتماد کن بسیار خوشحالم که امشب در جمع شما هستم امشب ماجرایی رو دارم که میخوام براتون تعریف بکنم و اون فردی که داستان و ماجرا رو برای من تعریف کرده و به من داده که برای شما بخونم هم خودش در این جمع حاضره ابتدا اجازه بدید که من ذهنیت شما رو برای شنیدن این داستان آماده بکنم البته کاری که سالها به عنوان آموزش انجام دادم هرچند ما موضوعی که امشب میخوایم در موردش صحبت بکنیم یا میشنویم و اون نکته‌ای که باید رعایت بکنیم در زندگیمون با اینکه هر شب تکرارش میکنیم اما هرگز اون نکته رو به کار نمیبندیم تا تأثیر به سزایی در زندگیمون داشته باشه و علا رقم که ما اجرا کننده اون نکته هستیم و این تکنیک هستیم که میخوایم در موردش صحبت بکنیم تا تأثیرش رو شاهد باشیم ما اجرای این تکنیک و اجرای عملیش رو معمولا به تعویق میندازیم و معمولا در اجراش تأخیر میکنیم البته این موضوع رو هم باید در نظر داشته باشید که آموزه هایی که به ما القا شده و آن چیزی که ما آموخته ایم و تجربیاتی که در زندگی کسب کردیم که منجر به یادگیری ما شده کمی در تعارض با این نکته‌ای هستند که ما قرار بر این است که این نکته رو رعایت بکنیم و در زندگیمون بیاریم به همین دلیل که این نکته در تعارض است با آن چیزی که ما در ذهنمون و تجربیاتمون داریم به همین دلیل ما نمیتونیم خودمون رو مجاب به اجرای اون تکنیک و این نکته بکنیم به ما در قطعه 118 از کتاب مقدس گفته شده که اون سنگی که فرستاده شد که کارگران در اون بنایی که داشتن میساختند ساختند و بنابراین بود که در اون ساختمون به کار بگیرن کارگران اون سنگ رو پس زدن و قبول نکردند. در حالی که اون سنگ بنای اصلی اون ساختمون شد البته این کار خداست و در نظر ما بسیار حیرت انگیزه اجازه بدید یه ماجرایی رو در مورد خودم تعریف بکنم من سالها قبل در سکوت نشسته بودم در مورد چیز خاصی هم فکر نمی کردم چشمانم هم در حالت فکر و آرامش و تفکر بسته بود ناگهان در تفکر من یک سنگ به همون اندازه بنای عظیم جلوی چشمای من ظاهر شد و در یک لحظه بود که اون بنا و اون سنگ خود به خود تکه تکه شد و دوباره به خودی خود به هم پیوست و این بار به شکل انسانی که به شکل و در حالت نیلوفری نشسته بود در اومد و جلوی چشمان من ظاهر شد و همونطوری که به نظر من می اومد من در حال نظاره بر خودم بودم و اون فردی که در حالت نیلوفری نشسته بود و در ذهن من پدیدار شد در حقیقت اون خود واقعی من بودم با دیدن این اتفاقات از نظر احساسی بسیار براشفته شدم همونطور که داشتم به اون تصویر که در ذهن من نقش بسته بود و اون فرد که به صورت نیلوفری نشسته بود و اون تصور شروع به گداختن کرد تا حدی که نور بسیار زیادی ازش تابیده شد و سپس انفجار پیدا کرد و در همین حال بود که من روی همون صندلی که نشسته بودم ناگهان به خودم اومدم اون سنگی که من در زندگی خودم همواره پس زده بودم و بهش توجه نکرده بودم و براش بهایی که لازم بود رو قائل نبودم در حقیقت خودم بودم من خود واقعیم رو براش ارزش قائل نبودم و براش اون بهایی که لازم بود رو قائل نبودم من نمیتونستم باور کنم که من خودم دلیل اصلی ماجرای زندگیم هستم و اتفاقات زندگی من تحت تأثیر از رفتار من و نگرش من و تصورات ذهنی من بودند من همواره بر این باور بودم که دیگران و اطرافیان دلیلی برای زندگی من بودند فلانی بوده، ایکس بوده، ایگرگ بوده افراد دیگر تأثیر گذار بر زندگی من بودند کل دنیا و هستی دلیلی بر وجود من در این دنیا بودند و برداشت اشتباه من این بوده که قطعا من مسئول اتفاقاتی که در حال رخداد در زندگی من هستن نیستم چون دیگران رو دلایل اون رخدادها و اتفاقات و مقصر اون اتفاقات میدونستم و اگر بخوایم تشابهی با کارگرانی که اون سنگ ارزشمند رو که قرار بود در اون بنا کار بگذارن و پس زدند تشبیه بکنیم و مثال بزنیم من داشتم با دیدگاه همون کارگران به زندگی نگاه می کردم. به جای اینکه اون سنگ ارزشمند درونی خودم رو استفاده بکنم و در بنای زندگیم به کار بگیرم اون رو پس زده بودم و خودم رو کنار زده بودم البته این بسیار حیرت انگیزه که گفته میشه اون کار خواست خدا بود و از نظر ما هم حیرت انگیزه وقتی که ما ظاهر این دنیا رو میبینیم در حالی که در ورای این دنیا و آن چیزی که به چشم ما نمیاد حقیقت تصورات و تصویرسازی ذهنی ما نهفته است و وقتی که بیشتر بررسی میکنیم خواهیم دید که ما با واقعیتی روبرو خواهیم شد که همه چیز در تصورات انسان و تصویرسازی ذهنی انسان نهفته است و با اون تصورات و با اون تصویرسازی های ذهنی و البته تصورات هر فرد و هر شخص که داره در ذهن خودش و در درون خودش دنیا یا بهشت خودش رو حمل میکنه و همراه داره و تمام آن چیزی که یک فرد در خودش داره در تصورات او نهفته است یا به عبارت دیگر این دنیای فانی چیزی نیست جز سایه حالا من و شما ممکنه خودمون رو مسیحی یا یهودی یا مسلمون یا هر چیز دیگری بنامیم که در نهایت خیلی هم با هم فرقی ندارند که البته باید در نظر بگیریم ریشه های ادیان الهی همشون یکی شاید باشند اگر برگردیم و ادیان الهی رو بررسی کنیم خواهیم دید که سخن پیامبران چیزی نبوده غیر از اینکه بتوانند هنر الهی تصویرسازی ذهنی رو پیاده سازی کنند و بعدا در کتاب های مقدس اشاره شده که هواریون بشارتی غیر از تصور کردن و تصویرسازی ذهنی رو بلد نبودند و نمیدونستند و همونطور که در کتاب های متعدد دینی گفته شده و بر اساس باورهای دینی پرستش واقعی خداوند یکتا استفاده و به کارگیری درست و به جا از نعمت است که او در اختیار ما قرار داده و بعدا در کتاب های مقدس هم اظهار شده که خداوند به چیزی که ما هستیم تبدیل میشه در واقع تصوراتی که ما از خداوند در ذهن خودمون میسازیم حالا سوال پیش میاد که اون نعمت ارزشمند که خداوند در اختیار ما قرار داده چیه تا حالا به این موضوع فکر کردیم البته این سوال هم بسیار در کتاب های دینی و ادیان مختلف پاسخ داده شده که اون نعمتی که باید اون رو درست به کار بگیریم خودمون هستیم و زندگیمون و البته ما در مقابل زندگیمون مسئول هستیم و البته تصویرسازی های ذهنی ماست که تاثیر بسیار شگرفی در زندگی ما داره و همونطور که گفته شده که ما از خداوندیم و خداوند در درون ما دمیده شده و در درون ما جریان داره و همونطور که احتمالا متوجه شدید آنچه که در هستی وجود داره چیزی غیر از تصورات انسانی و تصویرسازی ذهنی نیست و این تصویرسازی ذهنی همان قدرت خالق بودن خداونده که میتونه برای انسان هم ایجاد سازندگی و خلاقیت و خالق بودن بکنه و این همون سخنی است که در ادیان مختلف به درستی بیان شده حالا سوال پیش میاد که آیا واقعا این درسته که تصویرسازی ذهنی ما نوعی از توانمندی خداوند یکتاست و البته این به عهده شماست که امتحانش کنید امتحان کنید ببینید که این گفته درسته آیا تصویرسازی ذهنی شما میتونه دنیاتون رو تغییر بده یا خیر که آیا این تصویرسازی ذهنی ما همان قدرت سازندگی خداوندی است یا خیر بسیار خوب من امشب نامه ای با خودم دارم که واقعا میخوام این نامه رو برای شما بخونم اما با وجود اینکه دقیقا وظیفه منه که از روی نامه بخونم اما قصد این کار رو ندارم و میخوام که محتوا و فهوای کلامی که در نامه گنجونده شده رو برای شما بازگو کنم نویسنده این نامه برای سالیان متمادی اینجا نبوده و آخرین باری که من دیدمش البته از اون زمان بسیار گذشته که همون موقع این ماجرا رو برای من تعریف کرد و این نامه رو به هم داد و این ماجرا رو میخوام برای شما تعریف بکنم گوینده داستان و نامه اون موقع به من گفت شاید گفتن داستان که همراه با نامه برای من گفت الزامی نداشته باشه اما از اون جایی که روش اجرایی من به عنوان یک روانشناس در, در, در درمان بیماران روانی بسیار مؤثر بوده و کارایی داشته و این تکنیک ها به آن چیزی که تو یعنی آقای نویل گادارد میگویی نزدیکه میخوام که این داستان رو برات بگم و آقای روانشناس ادامه داد همونطور که گفتم من یک روانشناسم و سالهای بسیاری رو برای صحبت با مردمی که در مورد مشکلات ذهنیشون با من صحبت کردند و بیمارانم بودند من با اینها زمان گذروندم و من در ابتدای درمانشون این افراد رو در وضعیتی و در حالتی که بسیار ناراضی و بیچاره بودند میدیدم حالا این داستانی است که میخوام برای شما بگم یکی از دوستانم خانومی بود که تصورش از خودش این بود که در بسیاری از جهات غیر طبیعی و آنرماله اون خانوم متعهل بود و با شوهرش یک دختر بچه رو به فرزند خاندگی قبول کرده بودند و در مورد اون بچهی که اونها به فرزند خاندگی قبول کرده بودند اوضاع یه مقدار عجیب غریب بود دختر بچه چهار سالش بود و با اینکه چهار سالش بود هنوز نمیتونه صحبت بکنه و چیزهایی رو زیر زبون قلقله و زمزمه میکرد و به سختی اون چیزهایی که میگفت برای دیگران قابل درک و فهم بود اما در چهار سالگی اون بچه بود که اتفاقات عجیبی افتاد و ما دوره درمان با اون خانم یعنی مادر اون بچه رو شروع کردیم و از همون موقع بود که یک اتفاقاتی منجر به رشد و بهبود اون بچه شد روزی که اون خانم پیش من اومده بود به من گفت که من دیگه احساس نمی کنم که غیر طبیعی هستم و شروع کرده بود به گفتن این موضوع و تلقین این موضوع که من غیر طبیعی نیستم و همش این جمله رو با خودش تکرار میکرد. البته اون آقای روانشناس سعی میکنه که به اون خانم توضیح بده که این روش درمانی و این جملات تلقینی که تو داری استفاده میکنی روش و جملات بسیار موثر و مفیدی نیست و لازمه که کمی این روش و جملات و دیدگاه فکریت و تصورات و تصویرسازی ذهنی که از خودت داری و به خصوص جملاتی که داری تکرارشون میکنی رو کمی عوض بکنی اجازه بدید من برای شما مثالی بزنم تا موضوع واضحتر بشه ماجرایی که دقیقاً برای خود من اتفاق افتاده و پیش اومده و من خودم اون رو تجربه کردم اجازه بدید کمی برای واضح شدن این موضوع برای شما مثالی رو از زندگی خودم و از تجربیات خودم بیان بکنم ماجرایی که دقیقاً برای خود من اتفاق افتاده و پیش اومده و من خودم اون رو تجربه کردم من با تکیه بر قوای تصویرسازی ذهنی خودم خانه رویاهایم در آینده رو تصویرسازی ذهنی میکنم و در حالتی که دارم در اون خونه زندگی میکنم خودم رو متصور میشم اما به اشتباه در اون تصویرسازی ذهنی که کمی من نسبت به اون مردد هستم و شک دارم و هنوز به اون تصویرسازی ذهنی که دارم در ذهن خودم میسازم مطمئن نیستم که در آینده رخ بده من در اون تصویرسازی ذهنی به عنوان یک فرد بیننده هستم و خودم رو به عنوان یک فرد اول در اون زندگی نمی بینم و البته من در اون تصویرسازی ذهنی فردی بسیار ثروتمند هستم و دارایی هایی بسیار بیش از چیزی که الان دارم در اختیار منه اما اون فرد که من در ذهن خودم از خودم ساختم حتی من فعلی در واقع من گذشتش رو به ذهنش هم عبور و خطور نمیده بر اساس تجربه به این موضوع پی بردم که هر فرد در دنیای من تنها باستابی از یک حس در منه هر فردی که من میبینم خواه این که اون رو خوب بدونم یا خواه غریبه بدونم یا بد بدونم یا هر چیز دیگری اون خونه رو میخره که من میخوام در واقع من دارم خودم رو در اون تصوراتم و اون تصویرسازی ذهنی که ایجاد میکنم به عنوان یک بیننده میبینم و خودم رو در دنیای واقعی به عنوان تجربه کننده و به عنوان لذت برنده از اون زندگی نمیبینم دقت داشته باشید که این افکار منفی که به صورت تصویرسازی ذهنی و این تصویرسازی ذهنی که شما بهش مردد هستید و هنوز اطمینان برش حاصل نکردید به صورت واقعی در قالب فردی که من بیننده او هستم و او در آینده مرا که در گذشته بوده ام به هیچ وجه به یاد هم نخواهد آورد به صورت واقعی بروز خواهد کرد و آن فرد که من دارم از خودم دارم به عنوان یک بیننده میبینمش و اون فردی که لذت زندگی در خانه رویاهای من رو تجربه میکنه در حقیقت من واقعی نیستم به عبارت دیگه من با تصویرسازی ذهنی خودم به جای اینکه خودم رو متصور بشم به عنوان تجربه کننده سروت دارایی و اون خونه زیبا دارم فرد دیگری رو در جای خودم متصور میشم و همین تفکر و همین تصویرسازی ذهنی منفی من باعث از بین رفتن تصویرسازی و تفکر مثبت من خواهد شد در واقع فردی که جایگاه مرا در خانه رویاه های من گرفته شک و تردیدی است که در من ایجاد میکنه که او ثروت دارد و من ندارم او میتواند خانه رویاه های مرا بخرد و در نهایت من بیرون از خانه به عنوان یک ناظر و به عنوان یک بیننده در سرمایه بیرون از خانه در حال تماشا و تصویرسازی ذهنی منفی از این ماجرا هستم نکته اینجاست که خودتون رو در حال تجربه اتفاقات مثبت و آن چیزی که میخواید باید تصور کنید و تصویرسازی ذهنی شما باید به سمت و سویی برود که خودتون تجربه کننده اتفاقات عالی و آن چیزی که میخواید باشید حالا بر اساس این مثال اجازه بدید برگردیم به ماجرای همون خانم که مشکل روانی داشت و فکر میکرد که غیر طبیعی و آنرماله بهش گفتم که شما دیگه نباید این جبلات رو تکرار کنید که من غیر طبیعی نیستم بلکه باید شروع کنید و بگید که من کاملا طبیعی و کاملا نرمال هستم جمله مثبت با هدفی مثبت و این جمله مثبت باید از سمت خودتون باشه و باید شروع کنید به تصویرسازی سازی ذهنی مثبت و نرمال از خودتون و خودتون رو در تصویرسازی سازی ذهنیتون باید به شکل طبیعی با تکرار جمله‌ای که بهتون گفتم متصور بشید و همواره خودتون رو طبیعی و کاملا نرمال متصور بشید و باید خودتون رو به طبیعی بودن ترغیب کنید جالبه روزی که اون خانم شروع به گفتن جمله کرد و جمله رو تغییر داد و دیدش رو مثبت کرد اون بچه به کما رفت به خوابی عمیق که نمیتونست از اون بیدار بشه اون خانم از جایی که آقای روانشناس رو میشناخت از آقای روانشناس درخواست میکنه که بچه رو ویزیت کنه اما آقای روانشناس به خانم میگه که نه بچه رو حتما به یک درمانگاه پزشکی ببر تا او رو آزمایش و ویزیت کنن جالب ماجرا اینجاست از وقتی که اون خانوم بر اساس توصیه بنده و بر اساس توصیه روانشناس شروع به گفتن جبلات مثبت که من کاملا نرمال هستم و شروع به تصویرسازی ذهنی مثبت از خودشون میکنه در طول 24 ساعت بچه از کما خارج میشه و در کلینیک درمانی آزمایشی که انجام دادند بر اساس اون آزمایش گفته شد که بچه کاملا سرحال و قبراقه. اون بچه بازتاب تفکرات منفی یا مثبت مادر بود که بچه رو بر اساس باورهای خودش به فرزند خوندگی قبول کرده بود و اون مادر با این باور ذهنی و با این تفکر ذهنی که من غیر طبیعی هستم اون بچه رو به فرزند خوندگی گرفته بود و داشت بزرگ میکرد و بر اثر بازتاب تصویر سازی های ذهنی و منفی اون مادر علا اینکه این که اون بچه چهار سالش بود هنوز نمیتونه صحبت بکنه و در نهایت با صداهای غیر قابل فهم سعی می که با دیگران ارتباط برقرار بکنه اون دختر بچه گواه و باستابی است از رفتار عجیب و غریب و وسواسی و البته منفی اون مادر که او رو به فرزند خواندگی گرفته بود و وقتی که مادر نگرش و روش صحبت کردن و تصویرسازی ذهنی و القای حس مثبت به خودش رو تغییر داد و گفت که من کاملا طبیعی هستم اون بچه با یک شوک پزشکی در اون کلینیک که برای اون اتفاق افتاد نه تنها سالم و قبراق شد بلکه به حالت طبیعی خودش برگشت دوست من در این هستی و در این دنیا این تویی که بر تمامی گستره این دنیا تأثیر میگذاری تمام آنچه که در تفکراتت نگه داشتی و حتی اگر آن تفکرات را ظاهر و بیان نکنی در تصویر سازی های انسانی تو نهفته هستند و فراموش نکنید که این دنیای تو چیزی نیست غیر از یک سایه این موضوعات رو گفتیم تاثیر تصویرسازی ذهنی رو گفتیم حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد ما چگونه میتونیم ذهن انسانیمون و تصویرسازی ذهنیمون رو تغذیه کنیم من به شما خواهم گفت که با تغذیه درست ذهن انسانی شما قادر خواهید بود که هر کاری رو انجام بدید حالا اجازه بدید چند تا جمله از کتاب های مقدس رو خدمت شما بیان بکنم همونطور که خداوند در کتاب های مقدس گفته اختیار مرگ و زندگی جراحت و التیام در دستان خداونده و هیچ کس نمی تواند از این مشیت جدا باشد تنها یک قدرت خالق در این دنیا وجود داره همون قدرتی که هر کس را که بخواهد میمیراند و هر کس را که بخواهد زندگی میبخشد همان قدرتی که حکمران و حکم فرماست و التیام میبخشد و غیر از او قدرت و نیرویی وجود نداره و همان قدرت و توانمندی خداوندی است که در ذهن بی‌نظیر انسانی جلوگره و همان قدرت خداوندی است غیر از او خداوندی نیست و جلوه ای از همان خداوند یکتا در تو دمیده شده و هر روز که شروع می شود در تو بیدار می شه این حس وقتی که من باور داشته باشم که قدرت خداوندی با منه چه کارها که نمی توانم بکنم و البته این تصورات و تصویرسازی ذهنی تو رو از دنیای ظاهری میتونه به ورای دنیای تصوراتت ببره که در واقع تو داری در دنیای بی نظیر تصوراتت زندگی میکنی اگر واقعا در چنین دنیایی زندگی کنید که باور داشته باشید قدرتی از خداوند در شما دمیده شده تبدیل به فردی خواهید شد که به راستی و درستی نتیجه تصورات مثبت و تصورات ذهنیش باور داره و چنین فردی در آستانه تولدی دوباره است مشخص نیست چه زمانی این نو شدن و دوباره متولد شدن رخ بده هیچ کس این زمان رو نمیدونه اما من نشانه هایی از این رخ داد رو به شما میگم به شما میگم که چه زمانی تولد دوباره در شما رخ میده وقتی که شما شروع به باور تصورات ذهنی و تصویر سازی انسانیت میکنی وقتی که تنها و در سکوت مینشینی بدون توقع و بدون تقاضا از دیگران و با اطمینان به اینکه عملکرد تصوراتت حقیقی زاینده و توانمند هستند در بازه و در بازه زمانی مقرر و تعیین شده میتونید به خوبی و به درستی تفکرات و تصورات و تصویرسازی های ذهنی خودتون رو در دنیا به واقعیت تبدیل بکنید شما در اون موقعیت در آستانه تولد دوباره خواهی بود همونطور که در کتاب های آسمانی گفته شده آن که دوباره زاده نشود نمیتواند وارد قلم روی بهشتی شود در حالی که دوست من قلم روی بهشتی در درون تو نهفته است قلم روی پادشاهی خداوند در درون توست و خداوند در قلم روش حکمرانی می کند و قلم رو حکمرانی خداوند در ذهن توست اما تو نمیتونی به اون ورود کنی مگر اینکه این دنیا و هستی رو دلیلی و حقیقتی برای زندگی در تصورات فوقلاده انسانیت تبدیل کنی و در صورتی که این کار رو انجام بدید خودتون رو در آستانه تولدی دوباره خواهید یافت پس آگاه باشید که نیازی نیست از من یا از دیگری بپرسید که چه زمانی این تولد دوباره اتفاق خواهد افتاد من به شما میگم که هیچ کس نمیدونه چه موقع این تولد دوباره اتفاق میفته در هر فرد اما من به شما هاشو و عوارضشو میگم وقتی که تو به نیروی تصویرسازی ذهنی و تفکرات فوق اعتماد کنی به وجود اومدن این اعتماد و این اطمینان به تصورات فوقلاده انسانی تو نشانه تولد دوباره توست البته من میتونم امشب اینجا بمونم و سوالات شما رو پاسخ بدم و این موضوع برای من کاملا لذت بخشه اما باید در نظر داشته باشید تا زمانی که خودتون رو زیر سوال نبردید و از خودتون نپرسیدید که این تولد دوباره در خود شما چگونه شکل خواهد گرفت و دیدگاه فکریتون رو عوض نکردید بهتر از فرد دیگری این سوال رو نپرسید برای شنیدن آنچه در دنیا در حال رخ داده از دیگران نپرس که واقعا من نمیتونم سوال شما رو پاسخ بدم چون اول از همه تو باید با تغییر دیدگاه فکریت از خودت بپرسی و خودت رو زیر سوال ببری که چگونه با تغییر رفتار دیدگاه فکری و تصویر سازی های ذهنیت رو عوض بکنی دقیقا عمق تفکرات و تصویرسازی ذهنی تو سطح خداگاهی تو رو تعیین میکنه و این خداگاهی راه تو رو برای انجام دادن کارهایی که برای تصویر سازی ذهنی در تو لازمه و اونها رو باید پیروی بکنی پس از کسی نپرس که چگونه تصویرسازی ذهنی اتفاق میفته و چگونه تصویرسازی ذهنی تو رو به رویاهات میرسونه همچنین باید توجه داشته باشید که وقتی رشته ای از تردیدها و عدم اطمینان در ذهنیت شما شکل بگیره همونطوری که آقای روانشناس هم در تجربه ای که برای شما تعریف کردم براش اتفاق افتاده بود وقتی که این رشته تردیدها و عدم اطمینان ها شکل بگیره آن شک و آن عدم اطمینان در فرد قطعا به شکل فیزیکی و به شکل واقعی در دنیای طرف بروز میکنه و همونطوری که من به اشتباه تصویرسازی ذهنی میکردم و آن فردی که در آینده انتظار دارم باشم رو داشتم به عنوان یک نظارگر میدیدم این رشته های تردید و عدم اطمینان باعث خواهد شد که در نهایت من همون فردی باشم. که از بیرون خانه رویاهایم رو میبینم و نه اون فردی که اون تجربیات بر او در حال گذره و در حال تجربه کردن اون اتفاقات پس حواستون باشه اگر قرار است تصویرسازی ذهنی بکنید تصویرسازی ذهنی شما باید به شکلی باشه که خودتون رو در حال تجربه کردن آن چیزی که در زندگیتون میخواید و آن چیزی که میخواید بهش برسید در حال تجربه همون اتفاقات و در حال تجربه همون رویاها ببینید و خودتون رو باید دقیقا در حال تجربه کردن رویاهاتون به عنوان اول شخص تصور کنید و خودتون رو در حال تجربه بهترین اتفاقات زندگیتون ببینید بنابراین من میتونم بر اساس اون حس و حال و بر اساس اون تصورات ذهنی و بر اساس تصویرسازی ذهنیم خودم رو تصور کنم که در حال تجربیات رویاهایم در آینده هستم یا اینکه نه به عنوان یک نظارگر و بیننده پس دقت بکنید که چگونه تصویرسازی ذهنی میکنید و ایمان داشته باشید که همین تصویرسازی ذهنی در دنیای شما اتفاق خواهد افتاد و همون حس درونی که تو میتونی تجربهش بکنی و میتونی در تصویرسازی ذهنید ایجاد بکنی اگر دقت نکنید همون حس درونی منفید ممکنه همون تصویرسازی ذهنی مثبت و آن چیزی که در حال تجربه هستی رو خونسا بکنه همونطوری که چرچیل گفت حس و حال شما تعیین کننده بخت و اقبال خودتونه به جای اینکه بخت و اقبال تعیین کننده حس و حال شما باشه شما باید تعیین کننده شما باید رهبر زندگیتون و تصوراتتون باشید به چرچیل و گفته هاش بی توجه نباشید هرچه که این مرد بزرگ گفته بر اساس اصول و ضوابط و بر اساس تجربیات و آنچه که از دنیا برداشت کرده است بنابراین باید به گونه ای خودتون رو تصور بکنید که اگر آن رویایی که در سر دارید به حقیقت به پیونده چه حس و حالی خواهید داشت دقیقا شما باید تصویرسازی ذهنی ایجاد بکنید در خودتون که در حال تجربه حس و حال بسیار عالی که از تجربه به حقیقت پیوستن رویاهاتونه در شما ایجاد شده و به اون آرزو و به اون رویا رسیده باشید چه حسی واقعا دارید اگر به رویاهاتون دست پیدا بکنید باز هم دارم براتون تاکید میکنم که شما دقیقا باید خودتون رو در حالتی تصور بکنید که رویاتون به حقیقت پیوسته و به عنوان اول شخص در حال تجربه کردن اون اتفاقات خوب در زندگیتون هستید در حال لذت بردن از آنچه که میخواهید بهش برسید هستید که در واقع اون رویاها ها به حقیقت پیوسته و شما در حال تجربهش هستید تجربه اون حس خوب و باید دقت داشته باشید به جای تفکرات پیرامونی که اون حس رو منفی میکنه و یا اون حس رو مخفی میکنه باید طوری تصور بکنید و در آن تصورات طوری قدم بزنید و در حال تجربه اون تصورات باشید که آن یاد دقیقا به حقیقت پیوسته و شما در اون موقعیت بدون هیچ شکی و بدون هیچ آگاهی در مورد عدم قطعیت رویا ندارید و به این ترتیبه که اون حس و این تصویر سازی ذهنی در درون تو و در دنیای تو بر اساس خواسته خداوند و بر اساس خواسته کائنات در زندگی واقعی تو بروز خواهد کرد و در واقع تو آن رویا را به صورت واقعی در زندگیت دریافت خواهی کرد به این گفته با گوش جان توجه کنید دوستان بر اساس گفته هایی که در کتاب های آسمانی گفته شده با خداوند همه چیز ممکن است حالا اجازه بدید یک بخشی از یکی از کتابهای مقدس رو برای شما بخونم هر رخدادی برای اون فردی که اون رخداد رو باور داره امکان پذیره قطعا با خواسته خداوند و با تصویرسازی ذهنی که شما از رویاتون در ذهنتون میپرورانید به خواست خداوند و با خداوند همه کارها ممکنه همونطوری که باور داریم خداوند از روح خود در انسان دمیده پس آن دمیدن روح خدایی در کالبد انسان و در جسم انسان رو اگر باور دارید همین باور یک نوع تصور انسانی است و یک نوع تصویر سازی ذهنی است که روح خداوند در جسم شما دمیده شده هر چی که بر انسان می گذرد چیزی غیر از حقیقتی نیست که فرد در گذشته به حقیقت پیوستن آن تصویرسازی ذهنی باور داشته و همون تصویرسازی های ذهنی و همون باورهایی که شما در گذشته داشته اید تعیین کننده حقایقی هستند و اتفاقاتی هستند که همکنون در حال تجربهش هستید و در زندگی شما در حال رخ داده برای مثال وقتی که خواب میبینیم خواب و بیدار هر دو فرد یکیه شما وقتی که خواب میبینید دقیقا خودتون رو در دنیای واقعی دارید تصور میکنید عزیزان باور داشته باشید به تصویر سازی ذهنی و هر گونه شک و تردید رو از خودتون دور بکنید و با تصویر سازی ذهنی و تلاش به سمت رویاهاتون بتازید چیزی که من تصور میکنم در زندگی من بروز خواهد کرد و تصویرسازی ذهنی و باورهای من که البته نباید اونها رو رها بکنید و باید مثل نیازهای انسانی باید به اونها پرداخته بشه و همون تغذیه ای که شما تصوراتتون رو میکنید و پنداشت خودتون رو می میکنید صبح، ظهر شب، طبقه یک روال مشخص باید در زندگی شما اتفاق بیفته شما خبرها رو صبح میخونید و واکنش نشون میدید و دقیقا تا شب که بخواب برید ممکنه دیدگاه و تفکر شما تحت تاثیر همون خبری باشه که صبح خوندید در حالی که نمیدونید کاراکتر شما در درون شما قبل از اینکه خودتون بخواید به محتوای اون چیزی که خوندید علا اینکه اینکه سعی بکنید غیر جانب دارانه به اون خبری که خوندید واکنش نشون بدید باور شما در درون شما به اون اتفاق واکنش نشون داده پس در تغذیه باورهاتون و تصویر سازی ذهنیتون خیلی دقت بکنید اگر تا کنون شما در ذهن خودتون چنان پروراندید که خداوند یکتا حاکم و قادر متعال بر شماست و تصورات ذهنی شما بر همین منوال گذشته و خداوند رو در تصورات ذهنی خودتون باور دارید بدونید که خداوندی غیر از خدای یکتا نیست و آن چیزی که خداوند از رهگذر پیامبرانش برای شما پیام آورده این است که تو ابدی هستی حتی اگر الان بمیری ممکنه من به شما بگم که مردن شما هیچ مسئله ای برای ابدی بودن شما ایجاد نمیکنه اگر همین شما از این دنیا برید تو یک موجود ابدی هستی دلیلش این است که روح خداوند در شما دمیده هر چند ما ممکنه بر اساس آن چیزی که غیر از باورهای ذهنیمون هستند ذهنمون رو تغذیه کرده باشیم که اندکی شک و تردید بر این قضیه داشته باشیم دوستان به تغذیه ذهنیتون توجه بکنید مراقب باشید که ذهن خودتون و تصویرسازی ذهنیتون رو چطور تغذیه میکنید اجازه بدید ماجرای دیگری رو برای شما تعریف بکنم هرچند بعیده که انسان از رفتار حیوانات چیزی بیاموزه البته از دید تفکرات منظورم مهر حیوانات نیست وقتی که من بچه بودم مرغ داشتیم اردک داشتیم و همه این حیوانات اهلی رو در یک مزرعه نگهداری می کردیم ما خانواده بزرگی بودیم ده تا بچه بودیم نه تا پسر و یه دختر در کنار پدر مادر و مادر بزرگمون همه یک زندگی می کردیم وقتی که برای مراسم خاصی میخواستیم اردک بخوریم مادرم به من میگفت نویل دو سه تا از اردک‌ها رو بگیر و کنار بگذار چون برای مثلا فلان مراسم میخواستیم شام اردک داشته باشیم پس دو سه تا اردک رو باید میگرفتم و کنار میگذاشتم چیزی که منظور مادر من بود این بود که ما باید رژیم غذایی اردک‌ها رو تغییر بدیم البته اون موقع که من پسر بچه بودم ماهی خیلی زیاد بود انواع و اقسام ماهی های فراوون رو سید میکردن و در بازار ماهی فروش ها هر هرچند اون موقع یخچال نبود که اونا رو بتونیم نگهداری بکنیم و اصلا یخچالی وجود نداشت بنابراین اگر ماهی ها در اول صبح توسط ماهی فروش فروخته نمیشد میموند و خراب می شد و باید فردای اون روز به عنوان یا تومه استفاده می شدن و یا اینکه باید اون ماهی ها رو به حیوان دیگه می دادن تا اون رو تغذیه بکنن بله اردک ها هم ماهی می خوردن. بنابراین ما باید ماهی ها را از ماهی فروش ها می گرفتیم و می دادیم به اردک ها بخورند و با خوردن ماهی چقدر هم چاق و چله و سر و مر و گنده می شدن. اما در این شرایطی که شما هم اردک رو با ماهی تغذیه کرده باشید نمیشه اردک رو خورد مگر اینکه اردک رو بگیری به مدت دو هفته ایزولش کنی و در قفس نگهش داری و خودت به صورت انتخاب شده بهش غذا بدی غذاهایی مثل ذرت سویا یا گندم و چیزهایی از این دسته مثل قلات و چنین اردکی که شما اون رو از یک رژیم غذایی خاص برخوردار کردی کل سیستم بدنیش رو تغییر میده اون موقع است که شما میتونی این اردک رو مصرف کنی اگر این کارهایی که گفته شد رو انجام ندی و برای رژیم غذایی اردک این کارها رو نکنی نمیتونی بخوریش چون مزه ماهی میده و الان این موضوع رو خوب درک کرده ام هم. همونطوری که مادرم میگفت پسرم چند تا اردک بگیر و کنار بگذارشون در حالی که من خیلی بازیگوش بودم اون موقع به جای اینکه دو هفته زودتر اردک ها رو کنار بگذارم و تغذیه درستی براشون ایجاد بکنم دیرتر این کارو کردم و فقط پنج روز قبل از اینکه ما اون اردک ها رو بخوایم بپزیم و بخوریم کنار گذاشتمشون و تغذیهشون رو عوض کردم البته روزی که اون اردک ها رو خواستیم بخوریم اون روز یک شنبه خاص بوی ماهی کل خونه ما و اطراف خونه ما رو پر کرده بود البته من میدونستم دیگه نمیتونیم اردک بخوریم قیافه غذا شبیه اردک بود اما طعم ماهی میداد امیدوارم به این نکته توجه کرده باشید گر تغذیه ذهنتون باید مراقب باشید در مورد اخباری که میشنوید باید مراقب باشید آن چیزی که شما ذهنتون رو تغذیه می کنید باید در موردش مراقب باشید واکنش درونی شما اتفاق خواهد افتاد هر چند شما سعی کنید که واکنشی به اون نداشته باشید در مورد همون غذای اردک علا رقمی که ظاهر شبیه اردک بود همه غذا رو پس می زدن هر چند من کتک درست حسابی بابت این عدم توجه به دستور مادر خوردم چون مادر دستور داده بود که اون کار انجام بده و این داستان دقیقا مثل ماجراهایی است که در این دنیا اتفاق میفته و همانطوری که خداوند گفته من تعامی دارم من خوراکی هایی دارم که تو هیچ از اونها نمیدونی خوراکی الزامن چیزی نیست که تو باید به صورت فیزیکی آن را بجوی و ببلعی دوستان دقت بکنید که برای یک مدت اگر سعی بکنید رژیم غذایی و رژیم تغذیه‌ای ذهنتون رو رعایت بکنید بعد از چند هفته این رژیم غذایی تبدیل به عادت در شما بروز خواهد کرد و به عنوان یک روال در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد حالا اجازه بدید برگردیم به همون خانومی که اون دختر بچه رو به فرزند خواندگی پذیرفته بود با تغذیه دیدگاه فکری و تغییر رژیم فکریش تونست در عرض 24 ساعت زندگیش رو تغییر بده و به حالت نرمال برگرده هرچند اون دختر بچه به خواب بسیار بسیار عمیق و کما رفته بود که بدون تلنگر و بدون شک پزشکی نمیتونست بیدار بشه که کلینیک در نهایت اعلام کرد که نه تنها اون دختر بچه کاملا هوشیاره بلکه سالم و قبراغه آن دختر بچه بروز و تجلی تفکرات منفی مادر بود که میپنداشت من در بسیاری از جهات غیر طبیعی هستم با تغییر رژیم و تغذیه فکریتون میتونید همه چیز رو عوض بکنید همونطوری که رژیم و تغذیه غذایی همون اردک تونست تعم داخلی و آن چیزی که ماهیتش تغییر بده ممکنه برای شما یک روز طول بکشه ممکنه دو هفته ممکنه سه هفته هیچ کس نمیتونه به این سوال که این مدت چقدر زمان میبره پاسخ بده اما اگر به این رژیم فکری و رژیم تغذیهی ذهنت متعهد باشی شما تجلی و بروز اون رژیم و تغذیه فکری رو در زندگیت خواهید دید رژیم فکری و تصوراتت و تصویرسازی ذهنیت رو تغییر بده تا کل دنیای تو تغییر پیدا بکنه ما ظاهرا تنها موجوداتی هستیم که بهمون همون قدرت تکلم داده شده و تبدیل به انسان شدیم و قدرت تفکر داریم قدرت تفکر و این ویژگی خاص انسان که با خودمون فکر میکنیم با خودمون صحبت میکنیم نعمتی بسیار گرانبهاست و اون صحبت درونی و تفکراتی که انسان با خودش داره هیچ وقت قابل توقف نیست شما همواره با خودتون در حال تفکر هستید شما همواره با خودتون در حال صحبت هستید وقتی که به رخت خواب میرید وقتی که قدم میزنید با خودتون دارید صحبت میکنید حتی زمانی که در حال مکالمه با فرد دیگری هستید با خودتون در حال صحبت هستید با خودتون در حال تجزیه تحلیل هستید با خودتون در حال فکر هستید بسیاری از آدم ها در خیابون در حال قدم زدن هستند و مشخصه که دارن قدم میزنن اما در درون این انسان چه تفکراتی داره در ذهنش میگذره مراقب تفکرات درونیتون و صحبتهای درونی با خودتون باشید دقت بکنید اگر در حال قدم زدن هستید در درون خودتون و در تفکراتتون چه چیزی رو دارید حمل میکنید آیا با خودت داری جر و بحث میکنی؟ یا اینکه با اعتماد به نفس به خودت میگی و اعلام میکنی با خواسته خداوند من فلانی هستم و آنچه که میخواهم اتفاق خواهد افتاد و در زندگی من بروز خواهد کرد باز اجازه بدید برگردیم به همون خانومی که فکر میکرد نرمال نیست اون آقای روانشناس بهش گفته بود که چه باید بگه و چه چیزی رو باید باور داشته باشه هرچند اون خانم هنوز نمیتونست اون چیزی که روانشناس گفته بود رو تکرار بکنه و بهش باور داشته باشه چون روانشناس بهش گفته بود که نمیخواد منتظر باشی تا اون اطمینان در تو ایجاد بشه سعی بکن همین الان تکرار بکنی و بگی که من نرمال و طبیعی هستم چون اگر بگی من غیر طبیعی نیستم این گفته خیلی خلاقانه و خیلی هوشمندانه نیست به دلیل وجود کلمه منفی غیر طبیعی که با اهداف تغذیه‌ای که ما باید در ذهن خودمون داشته باشیم که در یک راستا نیست این کلمات مخرب هستند باید در انتخاب کلمات و آن چیزی که ذهنتون رو با اون تغذیه میکنید مراقب باشید تغذیه ذهن شما به گفتار مثبت نیاز داره نه موضوعات منفی من غیر طبیعی نیستم دقیقا بار منفی داره اما جمله من کاملا طبیعی و نرمال هستم بار مثبت و تأثیر مثبت داره با تغییر رژیم تفکر و تصویرسازی ذهنی اون خانم بروز و تجلیش در اون کودک ظاهر شد و کاملا سالم و قبراخ شد هر فردی در این دنیا بروز و تجلیست از تفکرات درونیشت از باورهای ذهنیش از تصورات ذهنیش از تصویرسازی های ذهنیش هیچ فردی رو سرزنش نکن حتی خودت رو تنها رژیم فکریت و تغذیه فکرت و تغذیه اندیشت رو عوض کن از هیچ فردی انتظار نداشته باش خودت در ابتدا رژیم فکری و تصویرسازی ذهنیت رو عوض کن رژیم فکری تو بازتابش افرادی هستند که اطراف خودت میبینی وقتی که تفکر و گفتار ذهنی منفی رو در خودت یافتی اون رو تغییر بده بنابراین آنچه که میخواهی بشوی و در سر داری رو اکنون در ذهن خودت تجسم کن و در اون تجسم و تصور قدم بزن و اون چیزی که میخوای رو در ذهن تجربه کن خودت رو در حال تجربه کردن آن رویا ببین و لمس کن زندگی کن با اون تصویر سازی ذهنی در حالتی آنچه که میخواهی رو تصور کن که تو گویی آن رویاها به حقیقت پیوسته دقیقا با آن حالتی که تو در حال تجربهشون هستی با همین تغییر رژیم فکریت ممکنه برای شما کمتر از 24 ساعت زمان ببره با اتفاقاتی که در زندگی شما رخ بده به اون چیزی که میخواید سریعتر از اون چیزی که فکر میکنید برسید اما من مطمئنم این پروژه ای که روی خودت داری سرمایه گذاری می کنی و خودت رو میسازی و ذهنیتت رو تغییر میدی بیش از چند هفته طول نمیکشه و با عادت کردن به این روال و تغییر دیدگاه فکری تغییر بسیار بزرگی در زندگی خودت ایجاد خواهی کرد که خودت هم باورش نخواهی کرد کی میدونه باز برگردیم به تجربیات من و تنبیهی که مادر من روی من انجام داد رو هیچوقت فراموش نمیکنم تنبیه دنیا و تنبیه کائنات هم همینه اگر مادر به من قول داده بود که تنبیه هم میکرد قطعا تنبیه هم میکرد اگر به هم قول دوچرخه داده بود قطعا اجراش میکرد کائنات هم همینطوره اگر به تو قول داده باشه آن چیزی که میخوای بهش میرسی قطعا بهش خواهی رسید با تقضیه ی تفکرت آن چیزی که سعی دارم به شما بگم این است که سعی کنید رژیم فکریتون رو عوض بکنید همانطور که ما دمیده روح خدایی هستیم و روح خدایی در جسم ما جریان داره با دیدگاه فکریمون و با میهمانی زیافت خداوندی و البته همانطوری که خداوند در روح ما و در کالبد ما جریان داره و البته خداوند هم در کلمات ما جریان داره سعی بکنید با تغییر رژیم فکریتون و تغذیه اندیشتون زندگی خودتون رو عوض بکنید آن چیزی که در خلال 24 ساعت در خلال زندگی روزمرتون به خودتون میگید خیلی مهمه منظورم همون تصورات و همون تصویرسازی های ذهنی است که میگید من چنین هستم و چنان هستم کاملا اون رو تغییر بدید کاملا با این دیدگاه تصویرسازی ذهنی بکنید که این زندگی من هدفمند است و من خوشبخت و سعادتمند هستم و البته خواهم بود البته در ابتدا ممکنه دلایل و منطق شما و زندگی فعلی شما که در حال گذر بر شماست باعث بشه که شما همچین چیزی رو قبول نکنید احساسات شما قبول نکنه که شما خوشبخت و سعادتمند هستید اما سعی بکنید همین دیدگاه فکری رو به زندگیتون بیارید و همونطور در حال تصویرسازی ذهنی که دارید قبل از خواب انجام میدید با همون تصویرسازی ذهنی مثبت و خوشبختی و سعادتمندی به خواب برید موضوعی که باید توجه بکنید اگر بر اساس تجربیات شخصیم بخوام برای شما بگم که رفته رفته این تلقین های مثبت و این تصویرسازی های ذهنی مثبت منجر به واقعیت در زندگی شما خواهد شد و روش کارش همینطوره شما وقتی که تصویرسازی ذهنی مثبتی در زندگیتون داشته باشید به صورت هدفمند تصویرسازی ذهنی و تغذیه ذهنی مثبت داشته باشید به اون سمت و سو هم تلاش خواهید کرد و گام خواهید نهاد و قطعا خداوند و کائنات هم به شما کمک خواهد کرد اگر از من بپرسید که چطور این جزئیات این که این اتفاقات چطور در زندگی شما میافتند شاید واقعا نتونم برای شما توضیح بدم اما توانمندی عملکرد این تصویرسازی ذهنی رو خودتون در زندگیتون درک خواهید کرد تنها کافیه شما به صورت آگاهانه و هدفمند اونها رو به زندگی خودتون بیارید هرچند ممکنه آن چیزی که از زبان من نویل دارید میشنوید مورد قضاوت قرار بگیره و ممکنه در تعارض با یک سری از باورهای دینی شما باشه اما خداوند یکتا راه ها و ابزار خودش رو داره که ممکنه ما تأثیرات آنها رو ببینیم اما ممکنه خودشون رو هرگز درک نکنیم و متوجهش نباشیم تنها کاری که باید بکنیم آن خوراکی است که خداوند خودش در کتابهای دینی و در ادیان مختلف اعلام کرده من تعامی دارم من خوراکی دارم که تو هیچ از اون نمیدونی و اون خوراک من فکر میکنم تصویر سازی ذهنی است اگر ما به این موضوع پی ببریم و متوجه باشیم آن چه که میگوییم دقیقا در باور ما تاثیر داره هرگز کلمات خونسا کننده و کلمات منفی رو به کار نخواهیم برد کلماتی مثل کی اهمیت میده کی میدونه کی براش مهمه کی میدونه تنها کسی که اهمیت میده همون فرد میدونه تنها کسی که اهمیت میده و براش مهمه این تویی و همون فردی هستی که باید تصویرسازی فوقلاده انسانیت رو برای تغییر دنیات که در واقع همون قدرت خداوند یکتاست در زندگیت بیاری همان خداوندی که در روح تو و در جسم تو دمیده شده که در تو فکر میکنه که در تو تصویر سازی ذهنی میکنه و تو قطعا میخواهی که از خواب برخیزی اما وقتی که تو از خواب قفلت و تصورات منفی دور میشی و به دنیای تصورات مثبت و تصویر سازی ذهنیت قدم میگذاری به تصورات و تجسم خودت اعتماد کن و در اون زندگی کن و خودت رو در حال تجربه اون تصورات ببین آن لحظه تو در آستانه تولد دوباره و زندگی دوباره هستی همونطور که گفتم زمان و تاریخ دقیق این اتفاق و این بیدار شدن رو هیچ کس نمیدونه اما خودت میدونی خاطرتون میاد در مورد اون سنگی که در کتاب های مقدس در موردش صحبت شده بود که کارگران پس زدند و در اون بنای عظیم استفاده نکردند صحبت کردیم؟ اون سنگی که کارگران پس زده بودند که تبدیل به بنای اصلی ساختمون شد و البته اون خاص خدا بود؟ اون بنای اصلی زندگی بینظیر شماست و آن سنگ ارزشمند که شما باید در بنای زندگیتون ازش استفاده بکنید خودتون هستید. باور داشته باشید که خودتون مسئول زندگیتون هستید و خودتون میتونید زندگیتون رو تغییر بدید با تصویرسازی ذهنی همراه با تلاش خاطرتون میاد که در ابتدای صحبت هام در مورد خود نیلوفریم که داشتم خودم رو میدیدم صحبت کردم اون فرد همون فردی است که در من در حال تصویرسازی ذهنی در درون منه و از اون روز به بعد این رویا در من به حقیقت پیوست و البته الان هم این رویا در من بیداره که من او هستم و او من است و اون فردی که در حال تصویرسازی ذهنی مثبت در درون منه و همواره وقتی که در حال تصویرسازی ذهنی از می میکنم خودم رو در حال تجربه اون اتفاقات تجسم میکنم اون ماجرایی که من سعی دارم به کل دنیا بگم و با ذره ذره وجودم به اون باور دارم و روزی هم خواهد آمد که توی شنونده این حقیقت رو باور خواهی کرد خداوندی جز ذات خداوند یکتا در درون تو نیست و آن در تصورات و تصویرسازی ذهنی و تجسم فوقلاده انسانی تو دمیده شده است من اکنون میخوام تو رو دعوت کنم هرچند گفتم که شما باید خودتون این کار انجام بدید با این وجود میخوام از شما دعوت کنم که با هم تمرین کنیم که به یکی شدن جسم و تصویر سازی ذهنیمون برسیم حالا اجازه بدید که کمی سکوت کنیم بیاندیشیم و تصویر سازی ذهنی کنیم